محصلین عزیز، ما شما امروز درباره ECG یک کمی درباره کاغذ ECG، درباره لیدسای ECG، یک کمرهای ECG صحبت میکنیم. در ویدیوی قبلی ما شما درباره چطور یک ماشین ECG کار میکنه کمتون صحبت کرده بودیم. فلحاظا حالا ما شما صرف یک کلمه را یادآوری میکنیم که ECG یک گراف است، یعنی رسامی یک گراف است. وقتی که رسامی بحثش مطرح میشه، ECG در یک کاغذ رسم میشه. امی خود کاغذ هم دارای خصوصیات خاص خود میباشه. ما میخوایم اول کاغذ ECG را خصوصیاتش را بر شما نوشته کنم. اول ECG پیپر. ECG پیپر. ECG پیپر یا کاغذ ECG دارای یک خصوصیات است که اهمیت داره. اگر این یک کاغذ ECG است، ما شما تو فرض کنیم این کاغذ ECG دارای خانه های بزرگ است، اگر این خانه های بزرگ کاغذ ECG است، باز هر خانه ازی که این خانه بزرگ ECG است، یعنی گراف فارست، باز هر خانه ازی دارای پنج خانه خرد است. بهش دو سه چهار پنج خانه بزرگ، یعنی کاغذ ECG دارای خانه های بزرگ است و دارای خانه های کوچک است. اتونه میشته میکنیم اگر یک خانه کلانش رو بگیریم، یعنی خانه را از خاطر از اینجا کلان اینجا نوشته کنیم یا اینجا کلان نوشته کنیم که کمی تصویر بهتر شوه، مثلا یک خانه را بگیریم، این خانه دارای پنج خانه خرد به این شکل است، به شکل افقی، یک دو سه چهار پنج، و پنج خانه به این شکل است، یک دو سه چهار پنج. هر خانه ازی، هر خانه، خانه خرد یک میلیمتر است در یک میلیمتر. یعنی اگر خانه کلان حساب کنیم یک میلیمتر، ایشام یک میلیمتر، یک میلیمتر، یک میلیمتر، یک میلیمتر است. یعنی جمعا یک خانه بزرگ با او شکل افقی 5 میلیمتر است. و می شکلی هم 1 میلیمتر است، 1 میلیمتر است، 1 میلیمتر خانه خرد، 1 میلیمتر، 1 میلیمتر است. یعنی به این شکل ما اگه حساب کنیم 5 میلیمتر است. یعنی اگر خانه خرد ما حساب میکنیم 1 میلیمتر در 1 میلیمتر است. یعنی مساحت یک خانه خرد برای ما شما 1 میلیمتر مربع است. اگر خانه بزرگ حساب میکنیم به این 5 میلیمتر به این شکل است، 5 میلیمتر به این شکل است، این را محاسبه میکنیم 25 میلیمتر مربع است. اگر میخوایم مساحت یک خانه بزرگ محاسبه کنیم، یعنی پس ما میخوایم کلمات ما کمی جمع کنیم. کاغذ ECG در جایی که ECG ثبت میشه، ECG عبارت از موی الکتریکال ایونت کاردیک سایکل است که باید ثبت شود. در توسط چی ثبت شود؟ توسط ماشین. این ماشین دارای چی هست؟ دارای کمره است. کمره را لیدس میگن. بالای چی ثبت میشه؟ بالای کاغذ ECG. کاغذ ECG دارای خصوصیات است، گراف است، خانه هاست، خانه های بزرگ داره، خانه های کوچک داره. هر خانه کوچک یک میلیمتر طول داره، یک میلیمتر بر داره. یعنی وقتی که شما افقی میبینین یک میلیمتر است، اگه عمودی میبینین یک میلیمتر مربع. یک خانه کلان 5 میلیمتر، یعنی 5 خانه خرد به این شکل، به شکل افقی داره، 5 خانه به شکل عمودی داره، یعنی 25 میلیمتر است. چرا این اهمیت داره؟ از خاطر این اهمیت داره. چرا ما این رو باید یاد بگیریم؟ از خاطر این رو باید یاد بگیریم. از خاطر مهم است که وقتی در یک گراف رسم میشه، باز ما میفهمیم که این گراف دارای چقدر تایم گرفته و چقدر امو ولتاژ و یا شدت برقش بوده. حالا یک چیز دیگر هم میخوایم برتانی یادآوری کنم تا اینجا امیدوار است مشکل حل شده باشه.
اگر اینجا یک ماشین ای سی جی باشه، اینجا حالا ما یک ماشین ای سی جی برای قرار دیم و این کاغذ ای سی جی از این ماشین عبور میکنه به بیرون میبره. ما گفتیم که در درس قبلی گفته بودیم که وقتی شما استارت بتن ماشین ای سی جی رو بزنید، کاغذ ای سی جی بیرون میبره، قلمی که برایش قرار گرفته به شکل یک خط به شما یک خط میده. این استارت بتن که میزنین ماشین ای سی جی کاغذش میبره. کاغذ ای سی جی که برای شما میبره، این محور افقیش که این محور است برای شما تایم نشان میده، وقت. و اینی محور که محور عمودی کاغذ است، یعنی بلندی را که نشان میده، بلندی را که نشان میده، این برای شما ولتاژ نشان میده، یعنی همون شدت هم. پس اگر این محور افقی برای شما چی را نشان میده؟ تایم، وقت. این محور برای شما چی را نشان میده؟ ولتاژ نشان میده. پس اگر ما کدام موجی در اینجا داشته باشیم، ما به دقت میفهمیم که چقدر وقت گرفته و چقدر شدت ازی بوده. از این خاطر در کاغذ ماشین سی جی در خود ماشین شما ستنگ میکنید، مثل که یک چیز را جست میکنید، ستنگ میکنید. این ما شما ستنگ میکنید. نارمال ستنگ شنمیز که شما ماشین سی جی را وقتی که ستنگ میکنید به این شکل ستنگ میکنید که در یک سیکند، یعنی در یک سیکند اتو سیتنگ میکنین که 25 میلی متر کاغذ باید از ماشین عبور کنن. چی رقم سیتنگ میکنین؟ به این شکل که وقتی در بخش سیتنگ ماشین میرین، ماشین تیار اما تو سیت هست، اصلا اتو ما تو سیت هست، یعنی نارمال است که در یک سیکند از این ماشین 25 میلی متر کاغذ باید عبور کنه. یاد یتو میگیم که در یک سکند 25 خانه خرد باید عبور کنه. یاد یتو میگیم که در 25 سکند، چون هر خانه خرد 1 میلی متر بود، نه 25 خانه خرد عبور کنه. یاد یتو میگیم که 5 خانه کلان عبور کنه، از خاطر از اینکه هر خانه کلان 5 میلی متر است. انشالله گرفته شده. من شما وقتی که ماشین از استارت بتنش میزنید به شکل ایره ستنگ میکنید که در هر سکند از ماشین 25 میلی متر کاغذ باید عبور کنه بیرون برایم، یا 25 خانه خرد یا 5 خانه کلان باید عبور کنه در هر سکند. این هم انشالله گرفته شد. دوم به شکل سیتنگ میکنین که ولتاژ یا شدتش یا شدت انمی ماشین 10 میلی متر باید باشد. 10 میلی متر که مساوی به 1 میلی ولت میشه. یعنی تو میگیم که بلندی یا شدت موجه که وقتی از این عبور میکنه 10 خانه خرد باشد بلندیش، و یا بگیم که 2 خانه کلان باشه، کی رو ولتاژ میگیم. این یک چیز دیگه ای رو با ما شما به ثبوت میرسانه، برای ما شما به حل میکنه. وقتی که ما شما میگیم که ای در یک سیکند از ماشین باید 25 خانه خرد عبور کنه، خیلی یک خانه خرد در چقدر تایم عبور میکنه؟ شما میفهمید تناسب از اینه، شما ضرب میزنین یک ضرب یک تقسیم 25 باز اینی عدد بر شما میتن. بازی را یادآوری میکنم، شما ماشین اجست کردین که در یک سیکند 25 خانه خرد باید عبور کنن، خیلی یک خانه خرد چقدر تایم عبور میکنن. و این برای ما شما مهم است، ما شما به تعقیبش ویدیویی که میگیریم ایره یادآوری میکنیم.